buradan. Gel buradan işte. Ulaşlar, taşır bir daha işte, taşır. Elhamdülillah. Elhamdülillah nahmeduhu. Maşallah taşıp da işte bey, taşıp da işte bey, maşallah taşıp da işte bey. Maşallah. Esasata kontrol con el vecino de clase. Alhamdulillah nahmeduhu ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا حضار بسیار گرامی و بسیار ارزشمند خدا را به هیچ زبانی نمیتوانیم شکر ادا کنیم و وظیفه قدردانی منا نمیتوانیم به عمل بیاوریم مگر اینکه الله تعالی خودش توفیق عنایت کنه ما را به این نعمت که الحمدلله هم بیداری دینی و بیداری ایمانی و بیداری معنوی به سوی مردم ما آمده و مردم ما از لحاظ دینی و معنوی دارند به بیداری می رسند و به سمت بیداری دارند می آیند و هم به سوی بیداری اجتماعی مردم الحمدلله به سوی بیداری اجتماعی
الحمدلله مردم آمدند. و این دو تا بیداری بسیار حیاتیه و بسیار مهمه که ما هم وظائفمون را و مسئولیتهای خودمون را و رسالتهای دینی را تشخیص بدیم که به حیث بنده فروردگار که ما بندگان خداییم و مکلفیم از جانب فروردگار، الله تعالی بر عهده ما مسئولیت گذاشته، رسالت گذاشته، به این رسالت ها ما پای ببریم و وظایف مونا بداریم که وظیفه ما بندگی کردن الله تعالی هست، ارتباط با رب العالمین، ایمان و اعتقاد مضبوط و محکم و ناگسستنی به ذات یگانه فروردگار و اطاعت از الله، فرمانبرداری از فروردگار، گوش به فرمان رب العالمین بشیم و از خدا فرمان ببریم، به فرایض دینیمون، واجبات دینی از قبیل نماز، پرداخت زکات، رسیدگی به فقرا، مساکین، خانواده های زندانی، ایتام و مستمندان، به اینها رسیدگی بکنیم، به حقوق همسایه متوجه بشیم، به حق رشته داران و خویشاوندان متوجه بشیم، حقوق والدین، مادر و پدر، حقوق همسران، حقوق سائر کسانی که بر ما حق داران، ما وقت به این حقوق متوجه بشیم که اینها تکلیفاً، تکلیف شرعیاً الله سبحانه و تعالی اینها را به دوش ما گذاشته است. این بیداری عزیزان من که رحمت للعالمین، خاتم النبیین وقتی که مبعوث شدند در حجاز و مکه، مردم متوجه کردند که مردم شما رسالتتون را بشناسید که رسالت شما چیه. بالاترین رسالت و وظیفه شما آنه که وحدانیت الله و یگانگی الله رب العزت شما اعتقاد پیدا کنید، به الله ایمان بیاورید. اولی حق خدای عز و جل توحید، یعنی پرستش تنها رب العالمین، خدای یگانه را عبادت کنید و همه این معبودایی که شما پرستش می کنید این معبود نیستن، این معبودان باطلان، معبود بر حق یک ذات و او خدای عز و جل. آن حضرت فرمودن مردم تنها از الله حاجت بخواهید، تنها خدا فریاد رسه، تنها الله تعالی که عزت در دستشونه، ذلت در دستشونه، بالا میاره، پایین میاره، همه این حقار فروردگار است. آن حضرت درس توحید دادن در مکه مکرمه، جایی که مرکز شرک و بت پرستی و پرستش مادی و مادیات بود، آن حضرت درس توحید بلند کردن. چه درس زیبایی دادن، درس انسان ساز و انسان از درون و اعتقاد باید ساخته بشه. آن حضرت فرمودن تنها خدای واحد و لا شریک که لایق پرستش لا اله الا الله معنای شمینه که معبود به حق بغیر از خدا وجود نداره، معبود بر حق تنها خدای. این درس توحید مردم از درون ساخت. آن حضرت هشدار دادن که قیامت بر حق
و حساب و کتاب بر حق ہے، مردم رسالت بر حق ہے کہ اللہ انبیاء را مبعوث بیدارے، نمایندگان خدا، رسولان و فرستادگان خدا شریعت خدا را میارن، پیام های الهی را میارن، کتاب های آسمانی را میارن، کتاب های انسان ساز. و اینها اعتقاد در تمام ادیان اصول اعتقادی همینان، همه انبیاء واحد بود دعوتشون که مردم را از درون ساختن، اعتقاد قیامت و حساب و کتاب و فردای قیامت و حساب و کتاب در قبر را به مردم آموزش دادند و به مردم تعلیم دادند. مردم از درون با اعتقاد صحیح، با اعتقاد درست تربیت کردند و جامعه را ساختند با تعلیم بهترین احکام، با تعلیم بهترین شریعت و دستور الله که در رأسش نمازه و نماز از مهمترین امور شما. حدیث شریف است که از اهم امور شما، مهمترین امر شما نماز است. و لہذا صحابه کرام رضوان الله تعالی المجمعین مردم مکه بیداری پیدا کردن، بیداری دینی پیدا کردن، بیداری معنوی پیدا کردن، از ارتباط با بت‌ها و معبودان باطله باز آمدن و بند شدن و ارتباط با الله برقرار کردن. رابطه ایمانی و اعتقادی انسان را با الله واصل می کنه و با الله انسان ارتباط که پیدا بکنه، انسان زنده میشه، انسان قوی میشه. یک جامعه 100% مرده را آن حضرت با اعتقاد درست زنده کردن و با احکام صحیح این جامعه درخشید و این جامعه نورانی شد و انسان ها انسان شدن و انسان ها زنده شد. آن حضرت جامعه را ساخت که در این کره خاکی بی نظیر بود، نه قبل از آن حضرت، بعد از انبیاء علیه السلام. چنان جماعتی که جماعت صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین باشه در دنیا بود و نه بعد از حضرت رسول صلی اللہ علیه وسلم تا امروز و تا قیامت کسانی که به تربیت یافتگان حضرت رسول برسند، کسانی که به شاگردان مکتب آن حضرت برسند، چنان انسانهای در دنیا به وجود نیامدند. استاد بسیار ماهر و استاد بسیار فرزانه و استاد بسیار بسیار ویژه و خاص با اون دم محمدی، با اون دم خاتم النبیین، با اون انفاس، با اون توجهات که رحمت للعالمین داشتن دیگه هیچ کسی توی دنیا و اندازه نبود. آن حضرت امام الانبیان رحمت للعالمین، آن حضرت صلی الله علیه وسلم امام المتقین، امام فرهیزگاران. و لهذا سروران همان اندازه که مرشد و مربی و استاد توانا بود و فرزانه بود، شاگردان مستعد با استعداد با صلاحیت با لیاقت که الله در اختیار مقرب ترین بنده و خاتم النبیین گذاشته بود، این شاگردان درس آن حضرت را خوب گرفتند، درس زیبا نورانی آن حضرت را خوب گرفتند و شاگردان منور تربیت شد، جامعه نورانی تربیت شد، جامعه بیدار. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو روزی از جایی گزر می کرد و فرمود، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو که یک روز
ما توی این میدان ها شتر می چرانیدیم، شتر داشتیم، سرمان بودیم و اینجا شتر می چرانیدیم. وای برکت اسم زمان شرک بود، دور جاهلیت بود، اما وقت در دین اسلام آمدیم و دین اسلام را پذیرفتیم و به تربیت دین اسلام نائل شدیم. امروز گفت که بر دنیا حکومت می کنیم، امروز انسان ها زیر تربیت ما، زیر حکومت ما، فرمان روایی ما هستند که از ما فرمان برمی دارند. اما یک روز اینجا ما سربان و نگهبان شترها بودیم، امروز خدمت گزار و نگهبان انسان ها هستیم. فرمود که این دین اسلام به ما داده این تفاوت و این پیشرفت و این ترقی مال دین اسلام است. اگر ما دین اسلام را ویل کنیم، ما مجدد همون افراد خواهیم بود که در دور جاهلیت قبل از اسلام بوده. این عزت از آن الله است، عزت از آن رسول الله است، عزت از آن مؤمنین است که به خدا و رسول ایمان دارن، لبنان عزت میده. دین حیاتی است، دین مهم است، دین تاثیر گذاره. متاسفانه امروز بسیار دینداری را بدنام کرده، خیلی ها از دین نفرت پیدا کرده. امروز توی جامعه امروز فرار از دین و گریز از دین و حتی نفرت از دین خیلی خیلی فراوان شده است. مسئولیت این به کسانی است که بد عمل بکنند. هر کس در دین بد عمل بکنه، به نام مسلمان گناه انجام بده، مخصوصا به نام گناه ظلم بکنه به نام اسلام، این بالاترین جرمه. مردم از دین اسلام نفرت میده. بنده که یک طلبه‌ای هستم از جامعه شما، اگر عمل کرده بنده بد باشه، نه تنها بر خودم ظلم کردم، بلکه ظلمی بر دین اسلام کردم، ظلمی به سیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم و قرآن کردم. برای اینکه مردم از دین نفرت میدیم، اون کشری که به دین خود را نسبت میده، خصوصا اون کشری که خود را علم بردار و فرچم دار دین میگه، اگر او کوتاهی کنه، اگر او بد عمل بکنه و نادرست عمل بکنه، گناهش نابخشودنی خواهد بود نزد الله تعالی. لذا عزیزان این بیداری که امروز الحمدلله در جامعه ما آمده که مردم به سمت دین ماشاءالله نماز میخوانند و مادران و خواهران در خانه هایشون عبادت میکنند، نماز شب بسیار برگزار میکنند، نماز سحر میخوانند، روزه میگیرند، خیرات و صدقات میدن، به فقرا و مساکین و خانواده زندانی رسیدگی میکنن، به مستمندان و اونهایی که دستش و خالی کمک میکنن. این سروران گرامی عمل بی نظیری است، بسیار ارزشمنده. الله را یاد میکنن، به الله رجوع کردند و رجوع کردیم. این بیداری بسیار بیداری با ارزش و بیداری زیبایی. هیچ چیزی، هیچ نعمت توی دنیا برابر با ایمان به الله نیست، برابر با اعتقاد به خدا. نعمت در دنیا وجود نداره، هیچ نعمت
در برابر دانش و در برابر علم، خواه علم روز و دانشگاهی باشه، خواه علم دین و علم شریعت باشه، علوم قرآنی باشن، هیچ نعمتی در برابر علم نیست، هیچ برابری در برابر دانش نیست و هیچ نعمتی بعد از ایمان و اعتقاد برابر با عمل کرد صحیح نیست. عمل کرد باید درست باشه و عزیزان من، عمل کرد صحیح، اعمال صحیح هیچی در برابر احکام نورانی دین اسلام نیست، هیچی در برابر اخلاق نیک و اخلاق خوب و اخلاق کریمانه نیست. مکارم اخلاقی، زیبایی های اخلاق، بهترین نعمت اخلاقی هیچی در برابر ارتباط با خدا، دعا نیایش و تضرع زاری به بارگاه الله تعالی، رابطه با الله، رابطه با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به وسیله اطاعت از آن حضرت، به وسیله عمل به سیره آن حضرت، اینها بالاترین نعمت هم، این بالاترین دینی است. در این بیداری دینی که سرنوشت ساز حیاتی و اساس است باید بیدار شد و دیگران هم بیدار کرد. حق ما سبب بیداری برای دیگران بشیم و ما به همه مردم ایران زمین و مردم دنیا اینجا فریاد میزنیم که دین نعمت عظیمی است. اگر عمل کرده این بنده ناچیز عبدالحمید، اگر عمل کرده این بنده خراب بود، شما از اصل دین بدبین نشید. اصل دین چیزی خیلی خوبی است، زیبایی است. هیچ وقت قهر با اصل دین نکنید و دین داشته باشید. دین بهترین نعمته، دین انسان سازه و انسان از لحاظ اخلاقی، عملی و ایمانی می سازه و ظرفیت انسان بالا می بره. شما عمل کرده بنده را به حساب خود بنده و عمل کرده امثال بنده را به عمل کرده خودشون، به سلیقه خودشون بگذارید. اما این به حساب محمد رسول الله نگذارید، این را به حساب یاران آن حضرت نگذارید، این را به حساب حضرت عمر و حضرت علی نگذارید، این به حساب خود افراد ضعفای خود ما هست و این ضعف در دین اسلام نیست. دین اسلام مبرای الله، دین اسلام بهترین دینه و لہذا این نقطه اول همین بود که الحمدلله این بیداری معنوی و توصیه ما خدمت شما آنه که تمام شب نخوابید در این ایام خصوصا، بلکه در شب بلند بشید و با خدا راز و نیازی داشته باشید، با خدا بشینید و حرف بزنید، با خدا تنها بشینید. ظلم عزیزان من که ما برای هر کسی وقت پیدا بکنیم ولی برای خدا وقت داشته نباشه. رحمت للعالمین می فرمود لی مع الله وقت، من با خدا وقتی دارم که با خدا تنها و به خلوت می نشینم، قلب آن حضرت از همه مخلوق منقطع می شد و به الله واصل می شد. شما برای خدا وقت پیدا بکنه. امروز همسران، زنان شکایت دارن که شوهرانشون وقت با اونها، برای اونها نمی گذارن، روزها توی بازارن و شب که می آین با موبایلن،
حالا گرچه امروز اینترنت که قطع شده این ارتباط با موبایل خود به خود قطع شده است. ولی عزیزان زنان انتظار دارند که شوهرها بشینند با اونها، حرف اونها را بشنوند، نیازها و مشکلات را گوش کنند، برای امر بچه ها و نیازهای خانه مشورت کنند. بچه ها نیاز دارند که پدران با اونها بشینند و حرف بزنند، صحبت بکنند و تجربیات خودشون به بچه ها منتقل کنند، بچه ها را تربیت کنند، آموزش بدن. همه این متعلقین، همه صاحبان تعلق وقت میخواهند و یک وقتی با الله بشینی و در آن وقت با خدا راز و نیاز نیازهاو مشکلات و احتیاج خود را با الله تعالی مطرح کنی. انشاءالله این داشته باش و روزه هم دیگرید و توصیه میکنم که هفته ای که میاید دوشنبه و پنج شنبه اش را روزه بگیرید و دعا کنید. خواب هم دیده شده در این که مردم روزه بگیرند، این روزه بگیرید انشاءالله الله تعالی مشکلات را حل میکنه، پریشانی ها را رفع میکنه و الله تعالی به شما توفیق عنایت کنه. ذکر الله را توصیه میکنم به کثرت بکنه، زیاد ذکر الله تعالی را انجام بده. و بیداری دوم که خیلی توی همه دنیا مهمه، بیداری اجتماعیه و این بیداری منانه که ما وظائف اجتماعی مرد مسئولیت هایی که هم از لحاظ دینی برگردن مایه شریعت اسلام و دین این بیداری ها را بر سر ما گذاشته و مسئولیت هایی که انسانی هم و به حیث انسان کسی اگر مسلمان هم نباشه، دیندار هم نباشه، این وظائف از لحاظ انسانی برگردنش هست و این مسئولیت ها را بشناسه. این بیداری اجتماعی ما بدانیم که چه حق و حقوق برگردن ماست، حق و حقوق خودمون را رعایت کنیم و این حقوقی که برگردن ما یه بشناسیم و او حقوقی که از ما برگردن دیگران هست اینا را هم تشخیص بدیم. حق من را بدانیم، حقوق خودمون را بدانیم، حقوق شرعی و حقوق عرفی و انسانی و حقوق قانونی را بدانیم و این حقوق خودمون را مطالبه بکنیم و بخواهیم و پیگیری کنیم و حق دیگران هم که برگردن ما هست ادا بکنیم. حق توجه کنید که طرفین هست، دو طرف بر یک دیگر حق دارند. همانطور که شما برگردن حاکم و بر شما بر هر دولتی که باشه در رأس امر باشه و در رأس کار باشه شما حق دارید و حقوق دارید و این حقوق شما باید مراعات بشه، حاکم باید حق شما را رعایت کنه. هر دولت و هر سیستم و هر نظام و هر حاکم همانطور که سروران گرامی بر شما حق داره همونطور شما بر حاکم حق دارید. این حقوق طرف این هست، حق حاکم آنه که براخره رعایت بشه، حاکم اونیش که علیهش بغاوت صورت نگیره و این حق حاکمه که مردم حق حاکم رعایت کنن و حق حاکم آن است
هر سیستمی توی دنیا باشه، هر حکومتی به نام دین باشه یا غیر دین باشه، حقش آنه که بین مردماش، بین ملتش تبعیض قائل نباشه. حق ملتش را بشناسه، تبعیض و نابرابری در هیچ قوانینی از قوانین بین المللی، از قوانین دنیا بین ملت ها، هیچ قانون بین المللی اجازه نمیده که در میان ملت و شهروندان تبعیض باشه. همه شهروندان دارای هر زبانان، دارای هر رنگ و پوستن، دارای هر قومیتن، دارای هر مذهب و دینن، همه شهروندن، همه مال همون وطنن. و لهذا هر سیستم و نظامی باشه باید بین اینها تفاوت قائل نباشه. دین اسلام هم هیچ اجازه نمیده که بین شهروندان و بین مردم تفاوتی باشه، و فدای رحمت للعالمین بریم که وقتی در مدینه منوره حکومت تشکیل دادند آن حضرت، بین همه این قومیت ها، قبائل عرب که آمدن مشرب به اسلام شدن، بین اینها تفاوت اصلا قائل نبودن، و در میان اینها یک سلمان فارسی ایرانی که از اطراف اصفهان به سرش به مدینه منوره برای تلاش دین بیرون آمد و اسیرش کردن و به صورت برده در مدینه منوره آوردن، غلام یک یهودی بود و او خدمت آن حضرت رسید و آن حضرت مشرب به اسلام شد، سلمان فارسی. و آن حضرت فرمودن که تو درخواست کتابت کن از آغاد که یهودی است، و او درخواست کتابت کرد که من آزاد کن. یهودی شرطی گذاشت که اینجا وقت بیان اون شرط نیست. بالاخره شرط تا با دعای آن حضرت و کمک آن حضرت اون شرط برآورده شد و حضرت سلمان فارسی آزاد شد. آن حضرت به سلمان فارسی گفت که سلمان و من اهل البیت، سلمان فارسی که اینجا هیچ قرابت نداره، هیچ خیشاوند نداره، او جز اهل بیت ما هست. آن حضرت او از فرزندان خود، از اهل بیت خود، از متعلقین خود قرار دادن. این تعلیم در دین اسلام بود. بلال حبشی که غلام بود، غلام آزاد شده، ابو بکر صدیق او را خرید کرد و آزاد کرد. بلال چنان جایگاهی داشت که در حضر و سفر مؤذن حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، از نزدیکان آن حضرت بلال را میدانستند. این همه ضعفا را آن حضرت دست به سر کشید و حق هیچ کسی را ضایع نکرد. تعلیم زیبای آن حضرت صلی الله علیه وسلم چه تعلیمه، تا آخرین لحظه که آن حضرت از دنیا رفتن، حضرت عایشه صدیقه رضی اللہ روایت عنها روایت میکنه که دو روز متوالی آن حضرت از نان غذا سیر نکردن، گرسنگی کشیدن و تا مردم سیر بشن، در فکر مردم بودن. آن حضرت مال جمع نکردن، ثروت جمع نکردن، و در روایات داریم، این روایات هم آل بیت نقل می کنن، هم صحابه نقل می کنن، که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود
که من هرچه که ترک می کنم اینها همه فرمودن که مال عموم مردم هم به عموم مردم وان حضرت ما ترکای میراث آن حضرت تقسیم نشد روی حدیثی که موجود هست و او را سیدنا علی و سیدنا عباس هم قبول کرده. لہذا آن حضرت مربوط به همه مردم بود، میراثش هم مال مردم. آن حضرت مال اهل بیت نبود تنها، بلکه همه مردم اهل بیت خود دانست و همه مردم اهل بیت خود قرار داد. این رفتار آن حضرت، این سیره بی نظیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اگر بر سیره آن حضرت عمل می شود و ما به سیره آن حضرت می توانستیم، علماء و اندیشمندان و حاکمان اگر بر سیره آن حضرت در دنیا عمل می کردن، دنیا گلستان می شود و اگر قرآن حاکم باش می بود دنیا گلستان می شود. متاسفانه این مسئله اینطور نشد که بالاخره امروز ما توی جامعه من التهاب میبینیم. توجه داشته باشید عزیزان که ما سه تا در واقع سه مسئله روی سه مسئله در ایران فکر می کنیم. یک حق عمومی و ملی است که متعلق به تمام ملت ایرانه. ما هم جزء ملت ایرانی، مردم ایران زمینی، احساس همبستگی با مردم ایران می کنیم و مردم ایران را همه برادر خود می دانیم. او دسته که مسلمانم با یک دسته از مردم ایران احساس برادری اسلامی می کنیم. شیعه و سنی را برادر می دانیم ما. تمام فرق اسلامی که خود را مسلمان می نامند، همه ما که به اسلام منصوب برادری اسلامی داریم و با یک دسته دیگر برادری انسانی داریم، برادری وطنی داریم. هموطنان ما اگر یهودی باشند، اگر نصرانیان، اگر دراویشان، اگر هر گروهی هستند و به هر اعتقاد به اسلام ندارند، اعتقاد به خدا داشته نباشند ولی توی این کشور زندگی می کنند، ما با اونها برادری وطنی داریم. و تمام انسان های روی زمین، هر چه انسان در روی زمین هست، ما با اونها برادری انسانی داریم. اما ما از یک پدر و مادر آدم و حوا پیدا شد. اما ما هرگز با ظالم نصیحت می کنیم ولی با ظالم همراه نیست. هر کسی ظلم در هر گوشه از کره خاکی بکنه، اونایی که ظلم میکنن در هر گوشه از کره خاکی به حق انسان های دیگر ظلم میکنن، مثل آن که امروز در اوکراین ما میبینیم که ظلم میکنه، روس ها بر اوکراینی ها ظلم میکنن، یا هر جای به طور مثال هر جای بر انسان ها ظلم بشه، اسرائیلی ها بر مسلمانان فلسطین ظلم میکنن و هر جایی که ظلم، ما با ظلم همراه نیستیم و از ظلم از ظلم ما بیزاریم. و لحظه عزیزان من، ما همه
هموطنان با همه هموطنان ایرانی در منافع ملی مشترکیم. و لذا یکی از منافع ملی و چیز مهم ملی اخوت و برادریه، امنیت و آسایشه. ما تو این منافع ملی با همه ایرانی شریکیم. اگر دوستان تکبیر اجازه بدن که صحبت بنده تمام بشه، وقت دیر شده است. و به هر حال این منافع من، بنده همیشه که خدمت بعضی مسئولان رسیدم، اولی صحبتی که صحبت کردم گفتم که اولی مهم برای ما منافع ملیه، همه کشور و همه ایرانیانه. و منافع ملیه که در فکر ما رسیده ما صحبت کردیم و ما با همه ایرانیان در این منافع ملی مشترک. دومی چیزی که ما خواسته های ما، خواسته های مذهبی هن، و لحاظه ما ایران متشکل از مذاهب مختلفه، هر مذهب نیاز داره، هر مذهب نیاز به آزادی داره، به این که در اون مذهب دخالت نشه. لحاظه این خواسته مذهبی، بعد خواسته قومی میآیند. خواسته های ایران متشکل از اقوام مختلفه، لحاظه این مسائل قومی و خواسته های قومی هم خواسته های ما بودن و هستن. ما در متاسفانه در ایران اسلامی گرفتار تبعیضات قومی هستیم و بودیم از اوائل انقلاب تا حالا، و مشکلات مذهبی و آزادی های مذهبی مشکلات گرفتاریم. که این خواسته ها، خواسته های ما برحقن، ما زیاده خواهی نداریم. این خواسته های قومی و خواسته های مذهبی همانطور که خواسته ملی، خواسته همه ایرانیان ما هستن، ما به خواسته های مذهبی من و خواسته های قومی من هم پافشاری می کنیم. این حق خود من می دانیم، این حق قانونی خود می دانیم، این حق عرفی من می دانیم و این حق می دانیم. اگر کسی ما را قانع کنه که شما این حق ندارید، آب این دلیل و دلائلش صحیح باشه، ما قانع میشیم. ما همیشه میگیم که یک سر مو از حق ورتر پا نمی گذاریم، یک سر مو از انصاف و عدالت اوار پا نمی گذاریم. ما میگیم رفتار باید عادلانه باشه، ما میگیم رفتار باید منصفانه باشه، ما میگیم باید خدا را همه در نظر بگیرن، ما در نظر بگیریم، حاکم در نظر بگیره، رعیت و رای همه خدا را و حق و عدالت و انصاف در نظر بگیریم. ما به حق راضییم، به عدالت راضییم همیشه. ما در حقوق ملی، حقوق ملی آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی های سیاسی، ما معتقدیم، بارها گفتیم که مشکلات ایران مشکلات اقتصادی و معیشتی نیست تنها، این یکی از مشکلاته، ولی مهمتر از او مشکلات آزادی های سیاسی، آزادی های احزاب، آزادی های بیان، آزادی های کلام، آزادی های تفکرات و اندیشه. در ایران تکثر گرایی نیست و تا تکثر گرایی نباشه، یعنی مجلس و قواهای مختلف و ادارات و وزارتخانه ها تا زمانی که مختلف از افراد شایسته و توانمند همه مذاهب و اقوام و تفکرات گوناگون نباشه، رشد نمی کنه، ترقی نمی کنه. من اینا یقینا
اعتقاد بنده هست که الان ضعفی که در مدیریت کشور موجوده به خاطر همینه که یک دست ما اگر یک دست نباشه وجدان طرف نگاه بشه میشد و اگر ما از همه طیفا و توانمندان و مدیران لایق و شایسته ولو اینکه نماز نخوانه ولو اینکه زیاد به دین دارم نباشه ولی شایستگی داشته باشه لیاقت و وجدانی داشته باشه اگر به کار میگرفتن امروز ما شاهد این اعتراضات نبودیم. لحاظه این اعتراضات نشان مسئولان امر این اعتراضات و این صدای مردم شما هست، این صدای ملت شما هست. ما خیرخواه شماییم، این صدا را گوش کنید و با اینها بشینید و به خواسته این توجه کنید. کسی که اعتراض میکنه اعتراض سالم، اعتراض نه اعتراضی که در آن نباید در اعتراض تخریب انجام بگیره، تخریب اموال عمومی، تخریب اموال مردم، شکستن شیشه های مردم، زدن سنگ به مال مردم، اینها را شریعت اسلام، دین اسلام اجازه نمیده. اینها را نباید کسی شیشه مغازه کسی را بشکنه، نباید کسی بانک را بشکنه، نباید کسی مالهای عمومی را تخریب بکنه، نباید شهرها سوخته بشه. اینها را شریعت اجازه نمیده. کسی که مسلمان نباشه هم وجدان داره، چگونه این مال را مال تخریب میکنه؟ لذا این مسائل متوجه باشی عزیزان. اما اگر اعتراض سالم باشه، اعتراض مردم، صدای مردم، این حق مردم هست، اعتراض سالم. و لذا باید مسئولان حرف مردم گوش کنن و توصیه من به همه ماموران آن است که بالاخره این مردم ایران هست و اینها شما هم مردم ایرانید، اینا هم مردم ایران هم. مردم ایران نباید یک دیگر را بزنند. مردم ایران نباید یک دیگر را بکشند و حد که حرمت کنند بی حرمتی بکنند. ولهذا همه ما ایرانی هستیم، هم وطنیم و اگر هم وطن نباشیم هم انسانیم. و روی این جا داره که بنده اون جریانی که و حمله تروریستی که در شاهچراغ شیراز پیش آمد، این حمله بنده محکوم کنم که به نماز گزاران این حمله انجام گرفت و به انسانهای بی دفاع و اونطور که آمار میدن 13 نفر در این حمله کسی میکشه و بالاخره خودش آخر هم یا مرده یا زنده هست و دستگیر شده. بهرحال این حمله نوجوان مردان محکومه. همانطور که ما حمله به مسلح زایدان را محکوم میکنیم، حمله به مسلح زاهدان و کشتن نمازگزاران، چه در مسلح زاهدان باشه، چه در شاهچراغ باشه، چه هر جای دیگر باشه، از دیدگاه ما محکوم. توسط هم هر کس باشه، هر کی حمله را بکنه، این حمله برای هیچ کسی جایز نیست و برای هیچ کسی توجیه پذیر نیست. و گلایه هم میکنیم، گلایه داریم که مسئولین رده بالا
اونجا با اون عرض کنم که شهدای شهد چراغ همدردی کردن و اونها را بازماندگان تسلیت گفتن و انتظار ما هم همین بود که مسئولان ما را هم تسلیت بگن، مردم ما را و با ما هم همه همدردی انجام بگن. اخیراً شورای تامین استان بیانیه صادر کرده و در این بیانیه‌ای که گذشته شورای تامین داده تویش نکات مثبت ندیدیم ما، متاسفانه گلایه ما شورای تامین بود، ولی اخیراً بیانیه صادر کرده و این بیانیه هاش گرچه برای ما هنوز قانع کننده نیست، اما این واقعیت هست که در این بیانیه شورای تامین نکات مثبت موجوده و در این بیانیه شورای تامین و مردم زاهدان گفته که در مصلا و اینها بیگناه کشته شدند و دولت گویا و شورای تامین استان اقرار کرده به این مسئله و حق داده که این مردم ها به ناحق به قتل رسول ها. و شورای تامین این هم یک نکته دوم، شورای تامین گفته که اونهایی که این مردم ها به قتل رسوندن باید به پای محاکمه برن و بعضی را عزل کردن، گفتن که از قدرت عزل کردن، گرچه اینه که عزل کردن در سطح بالا بالا نیستن و به هر حال از مسئولین هم این ها را عزل کردن و به هر حال این دوتا نقطه در این بیانیه بلاخره اونچه که نظر بنده من هنوز اینا به دقت مطالعه نکردم، همارا فرصت نبود، ولی به هر حال این دوتا نقطه مثبت، یکی این که مردم به بیگناه و به ناحق به قتل رسیدن، نماز گزاران در مصلا و در اطراف هم همینطور و اونهایی که این مردم به قتل رسوندن، اینها گفتم به ناحق به قتل رسوندن عزلن اینها و اینها باید پایشون به محاکمه کشیده بشه. و لحظه این نکته مثبت ما هر کسی که کار درست انجام بده، کار درست درست میگیم، یعنی انصاف ما هم انصاف باید بکنیم همانطور که دیگران به انصاف دعوت میدیم. و لحظه این دوتا نکته مثبت، اما خواسته ما از شورای تامین آنه که این و از دولت مرکزی آن هست، از تهران، مسئولان تهرانی که این خطا و این جنایت به هر جای برسه، به هر مقام برسه، باید عزل بشه و به پای محاکمه کشیده بشه. و ما عدالت مهمه، انصاف مهمه، ما باید انصاف بکنیم و دیگران هم به انصاف دعوت بدیم، همه ما منصف باشیم و الله انصاف هم بپذیره. و لحاظه ما امیدواریم که مسئولان امر این مسئله را ادامه بدن. گفتم که صحبت شده، گفتم ما در حال بررسی هستیم، بررسی می کنیم و هر کس دیگری که پایش تو این کار باشه، خواسته مردم مقبوله که او هم عزل بشه و رعایت هیچ کسی انجام نگیره، رعایت عدالت، رعایت انصاف انجام بگیری، این مهم هست برای ما. و ما درخواست داریم
از مسئولان امر ما گفتیم به مسئولان که برای ما مثل این خورشید روز روشنه که به هر حال مردم بیگناه کشته شدن و در حق مردم جنایت انجام گرفته، ولی اگر برای مسئولین هم اعتقاد داریم که مسئولین هم برای اونها روشن شده این قضیه و همه به این واقعیت رسیدن، ولی اگر خفایی وجود داره تو این قضیه، درخواست مانه که از مرکز از تهران یک کمیته حقیقتیاب بی طرف بیاید تعیین بشه که بیاید اینجا زوایا و اطراف قضیه را رسیدگی بکنن و نظر بدن و به هر حال بی طرف باشن، نظر اونها قابل قبول خواهد بود. یا خود مسئولین انجام بدند و همه اون این جرم به هر جا رفت، این گناه و جنایت به هر کسی واسه شد او را مجازات کنند و رعایت کسی را نکنند، یا همه دو طرف تن بدن به یک کمیته حقیقت یا به بی طرف، و کمیته حقیقت یا بی طرف هر نظری که داد هر دو طرف نظری او را قبول کنند. و این یکی از مسائلی که پیشنهاد می کنیم و جا داره که بنده تشکر کنم از همه این اقوام زاهدان، اقوام سیستان و بلوچستان، از مردم همه شهرستان ها که در این ایام آمدند و همدردی کردند. من از احساسات پاک شما شکر گزارم. من الله را شکر می کنم، بنده از پروردگار در درجه اول شکر گزارم و بعد از شما مردم خوب، از شما مردم باصفا، مردم استان و مردم زاهدان، از همدردی شما، از حمایت شما، از تسلیت شما بنده شکر گزارم. حقیقتا زبان شکر ندارم، عاجزم از همه ایرانیانی که با ما همدردی کردن، گلایه دارم از اون ایرانیانی که مدت ها ما با هم بودیم و رای ما را گرفتن و چه در دین دوره آخری دوره ریاست جمهوری رای ما را گرفتن، چه اون نمایندگان مجلسی که در دیگر شهرستان از ما توصیه گرفتن، از مردم و اهل سنت رای گرفتن، و چه اون مسئولان که موجودن و اون مسئولانی که گذشته مسئولیت دادند و الان کنار، از همه این حق نمند هم سخت که با ما هم دردی نکردن. و این یک سنت اسلامی بود، سنت اسلامی، عرف ایرانی که کسی مصیبتی ببینه و کسی مشکلی دچار بشه او را به هر حال دلداری میدن و تسلیت میگن. و لذا جمیع کسانی که در داخل و خارج کشور در مظلومیت ما را نمایش دادن و از مظلومین دفاع کردن، ما از اونها شکر گزاریم. و من این نکته را هم به صراحت بگیم که ما چند نکته که نر توصیه می کنم، یکی ای امنیت مهمه. از همون لحظه که هنوز صدای تیر و تفنگ بوده ما پیامی دادیم، بنده به عنوان یک پیش نماز از شما، یک طلبه خیرخواه جامعه شما پیشنهاد دادم و پیام دادم و توصیه کردم که امنیت رعایت بشه و امنیت استان. هنوز توصیه بنده همینه که امنیت رعایت بشه.
و امنیت ما رعایت کنیم. و توصیه بنده هنوز هم همینی که توصیه کردم که به مال کسی، به جان کسی، به اموال عمومی هیچ کسی تعرض نکنه. و توصیه بنده که ما همیش برادران شیعه که اینجا کنار هم زندگی می کنیم، ما این برادری را تاکید می کنیم. اینجا همه قومیت ها که زندگی می کنن همه برادر ما هستن. و الان اگر یکی جایی خطای بکنه باید خطاکار مجازات بشه. خطای هیچ کسی را ما بر مذهب و قوم نمی گذاریم. و ما تاکید می کنیم که همه ایرانی ها در تاکید کردیم که هر مذهب و هر دین و قومیت هستن، ما احساس خیرخواهی و برادری با ایرانی ها و همه انسانیت میکنیم. ما روی انسانیت فکر میکنیم. و توصیه ما آن است که این مسائل ها شما مراعات کنید. و توصیه بنده هم همینه که حرف معترضان هر جایی هست، حرف اقوام، حرف مذاهب و خواسته های مذهبی، قومی، خواسته های ملی همه ایرانی ها مورد توجه قرار بگیرند. و همه بشینن روی مسئله فکر کنن، بیندیشن که آخر مسئله باید به کجا برسه. و به هر حال این مسائل باید حل بشه و روی مسائل صحیح فکر بشود. و آخری توصیه بنده به شما آنه که امروز شما احساساتتون خیلی بالا است و درخواستم از شما آنه و توصیه آنه که احساساتتون رو کنترل کنید امروز. و بهرحال ما تو همه ایدگاه شما بالاخره شعر دادید و تکبیر گفتید و تو همه خیابان که روبروی ایدگاه است، محدوده ما همه خیابان تا این خیابان مدنی، بالاخره شما تکبیری بگید و حرفی نیست، ولی از خیابان مدنی به اونور دیگه هر کسی به خانهش بره. توصیه بنده است که بهرحال چه اتفاقات پیش نیاید، التهاب موجوده، مردم بعضی خشمان، جوانان و احساسات دارن و بالاخره مشکلات پیش نیاید. و این توصیه بنده شما حالا اینجا شعر دادید، آه تکبیر گفتید، این خیابان هم بینه که شما نماز میخوانید میرید تا خیابان مدنی، محدوده شما تا خیابان مدنی تمام نزدید کردن دیگه، اون شما ذکر کنید و درود بخوانید و برید و نه مزاحم کسی بشید نه کسی مزاحم شما بشید. انشاءالله قبول، انشاءالله الله تعالی شما را توفیق بده. و چیزی آقا هست در میانه نمازه مولانا بله، یک چیز جالبی هست امروز که به هر حال یا عزیزی فرزندش پسرش یکی هست و خیلی این برای پسرش میخواد عروسی بگیره و عروسی عریضو طویلی میخواسته بگیره، هزینه کنه، خرج کنه. و با ایشون صحبتی بیارار با هم صحبت و مشورتی داشتیم که آقا شما این مراسمتون مختصر کنید، خیلی از مردم هستن که دستشون نمیرسه مراسمشون رو بگیرن و عروسی بگیرن و زن و مرد دوتا نامزد از یک دیگه جدا میشن. شما یه هزینه ای که میخواهید خدا بدانه چقدر میلیارد میخواهید خرج کنید، خیلی میخواستن طولانی بگیرن، شما مختصر کنید اینا و این هزینه را بگذارید برای اونهایی که ندارن، اونها را ازدواج بدیم، اونها را ازدواج دست جمعی از همون غریب و غربا درست کنیم و اونها را ازدواج بدیم.
و این مشورت هر دو طرف فزیروختن، هم خود داماد که عروسی هست و عزیز من آقای عماد الدین نوای مرحوم حاجی امید هست و پسر عزیز من حاجی آقای الله نظر هست و هم پدر دختر هم که منوط به رضایت او شد، او هم پذیرفت که ما حاضریم. این های خانواده حاضرند که صد نفر را، صد نفر بی بضاعت را هزینه سر را تقبل کنند و ازدواجشون بدهند. عزیزه البته مختصر ولی صد نفر را از کسانی که ازدواجشون وقتش فرا رسیده و ندارن انشاءالله مراجعه کنند حوزه که لیست عزیزان بگیریم و بالاخره این هزینه اونا را، هزینه ازدواج اونا را که شاید هزینه ازدواجشون به صد نفر نرسه ولی اینها تامین میکنند، تامین بکنه صد نفر جوان با یک مراسم عروسی با یک مخارج انشاءالله توی همین صحنه عیدگاه ازدواج بدیم که برن به خانه بخت شون زن و مرد، اینا هم برن به خانه بخت و دیگه مردمی که انتظار دارن که بیان برای فزیرایی اونها را هم ثواب میرسه، اونا هم شریکن. انشاءالله سنتی باشه این عزیز، این که جریان پیدا بکنه آینده و ثروتمندان مراسم عروسی خودشون هزینه شون رو پایین بیارن، هزینه اضافی را که میخوام بکنن به همین زوجین و به همین زن و مردی که میخوان زندگی مشترک تشکیل بدن و ندارن، زندگی اونها را تامین بکنن. یک تکبیری بگید. بله مرد عزیزان، خیابان هم میفرماید که موج میزنه از جمعیت و داخل ایدگاه هم اگر عزیزان که آخر نشستن، آخران نشستن، اگر جایی جا هست صفای الان وقت خطبه و نمازه و لحاظه انشاءالله صفایشون را بگیرن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله
لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي للإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي للمعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن من ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار وعلى آل بيته أصحابه أزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش الموحدين اللهم انصر جماعة الصالحين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى هذا وأمر وأجر الله أكبر الله
سفر راست کنه، سفر برابر کنه. الله اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا قولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال. بنازیم بر تو همه جهانیان و مردم دنیا، هر کسی بر چیزی می نازد، بر نعمتی می نازه، بر قدرتش می نازه، بر امتیازش می نازه. ای خدای عظیم و ای پروردگار بزرگ، ای مالک الملک، ما به تو می نازیم. بگو خالقمون، مالکمون و رازقمون، ای خدایی که تنها خالقی، تنها همه جهانیان آفریدی، نیاز به کمک نداشتی، تنها دنیا را اداره می کنی، تو تنها مدیری هستی که همه از اداره تو مدیریت تو راضی هم. ای خدای عظیم، جانمون، قلبمون، سرمون و مالمون و فرزندانمون و زن و بچه و همه دارایی من را پد قربان تو می کنیم، همه قربان تو بادا، شایسته که همه قربانی تو باشن. ای خدای عظیم و بزرگ، دریا رحمت للعالمین را، محمد امین را و همه جماعت انبیاء را و یاران ان حضرت و یاران انبیاء و صلحاء را با درود و رحمت ویژه و خاصت و دریاب ما را با این بندگان صالح و با جماعت انبیاء و صلحاء بر رحمت ویژه و خاصت. ای خدای عظیم، ما نیازمند توییم، محتاج توییم، یا رب ما درمانده ای، در بدرگاه تو هستیم، ما را بر رحمتت، بر برکاتت، با اجابت دعایت فزیرایی کنو، مرا به دعات ناوید نکن، به دعات مرا ناکام نکردم. یا رب العالمین، ای الله، ای معبود با برحق، ای خدای واحد الله شریک، دریاب مرا و اله دردای ما را مداوا کن. یا رب به فریاد بندگانت رسیدگی کن، به ندای بندگانت، به حق طلبی بندگانت، به خواسته های بر حق بندگانت رسیدگی. یا رب همه چیز در دست تو، یا رب همه چیز با اراده تو انجام میگیره، تو اراده خیر کن برای ما. یا الله، یا الله تحول در زندگی ما، یا الله خواسته یا برحق من را از تو میخواییم برآورده کن.
یا اللہ برای ما کرم کن، برای ما جامع ما روشنی بیاورو، تاریکی هر اثر ما دور. یا اللہ یا رب پریشانی را برطرف کن و خوشحالی و خنده برای ما بیاورو، ما را بخندان و ما را خوشحال کن، آفت ها را بلا ها را و فتنه ها را سر ما دور بگردان. یا رب تویی تو، غیر از تو کسی نیست، تویی که هرچه بخواهی می کنی. یا رب یا الله تو خط خواستهای زبان و دل ما را می دانی و می بینی و برآورده بگردان. یا الله تویی که عزت میدی و تویی که ذلیل میکنی، تویی که میخندانی، تویی که به گریه در میآوری، تویی که عزادار میکنی، تویی که خوشحال میکنی. یا الله عزاها را بردار و خوشحالی برای ما و جامعه ما، برای همه مسلمین و انسانیت بیاور. یا الله فیصله خیر کن. یا رب یا رب دریاب ما را و جامعه ما را به هدایت، دریاب به هدایت کامل و در هدایت ما بیفزا، دریاب به مغفرت و گناه های همه ما را بیامرز، توفیق بندگی و عبادت عنایت فرما، شهدای ما را، شهدای هشتم مهر ما، جمعه خونین را در بهترین رحمتا جا عنایت، درجات عالی نصیب فرما با شهدای صدر اسلام و شهدای 72 مسجد را درجه عالی عنایت فرما و همه شهدای فی سبیل الله را و مجروحینا. یا رب شهدای کشور ما در هر جای شهید شدن، یا الله رفع درجات عنایت فرما و شهادتشون را مقبول بدار، و مجروحینا شفای عاجل و کامل، و یا الله فیصله خیر بفرما، خیر بفرما، خیر بفرما. اله العالمین خواسته های همه را برآورده کن و دعاهای همه را بپذیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم. توصیه بنده را داشته باشید که شلب آرامش، و اگر شما شعار چیزی دادید و تکبیر چیزی گفتید، تا همین پایان خیابان رازی که به مدنی میخوره در همین قسمت و از مدنی به اونور پاک انشاءالله ذکر و خاموشی و رعایت مسائل، الله تعالی شما را توفیق بده که حرفا قبول میکنه. جنازه جنازه از جنازه میکنه.